اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. در آفتاب سحرگاه خانه پدری، نگاه من به سیه روزگار در بدری. پرنده های مهاجر به خانه می آیند، به بام خانه خود عاشقانه می آیند، به چارسوی وطن شاعرانه می نگرند که دیر سالی در غرب و شرق در بدر. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 8 فروردین ماه، 27 ماه مارس، به شما سلام میکنم. دوستی از ایران آمده بود و به شدت به محمد رضا شاهید اعتراض کرد و چه نوریزاده را چه به بزرگ مرد تاریخ احسان طبری گفته. گفتم بهش بگو من طبری رو بهتر از تو میشناسم. بعد از انقلابم در خدمتش رفتم. روزی که رفتم کیانوری رو دیدم، طبری هم بود و کلی باش حرفزدم و چقدر نثر و شعر و کارش رو دوست داشتم. اونجا من گفتم اگر حزب توده دستان طبری رو نبسته بود، او به مراتب از همه روشنفکرها و نویسندگان ما جلوتر بود. ظاهرا اون دست بستن حزب توده دوست ما رو کلافه کرده بود. به قول دکتر ثابتیان عزیزم که آزادمردترین چپ بود، توده‌ای همیشه توده‌ای. این ویروس بدن رو ترک نمی‌کنه. یکیشون اومدم علی خاوری که آدم با شرف درگذشت. امروز مهمان من دو بانوی نازنینند. نخود شهران جان طبری، همکار و دوست و همرزم، و بعد بانوی نازنین که میبینیش و دلم میخواد شهران معرفیش کنه چون دوست نزدیکشه. تا من اون وقت دربارش بگم. حتما با کمال میل خانم فروغ کنعانی، دوست عزیزم که در برنامه آینده ایران هم باشون یه مصاحبه داشتم. ما هر دو عضو شورای مرکزی 7 آبان هستیم و خیلی از نظر فکری به هم نزدیکیم. گاهی هم با هم دیگه اختلاف نظرهایی داریم، با هم میگیم به هم دیگه، هیچ مسئله نیست. و خانم کنعانی از جوانهای ما هستن، نسل انقلابن و سر سال انقلاب اصلا دنیا آمدن و این تفاوت نسل ما اتفاقا خیلی کمک میکنه به اینکه ما به همدیگه نزدیک باشیم و افکار عقایدمون رو بسنجیم با همدیگه. و این خیلی خیلی مسئله مهمیه برای من که خلاصه یک امتیازی هستش که دوستانی از قبیلهشون دارم. در 7 آبان دوستان جوان دیگری هم داریم و من در واقع از نسلهای آخری هستم که در حال بیرون رفتنم از تمام این جریانات. حتما هستی ساعت هم باشی سرکار. خانم کنعانی هم آینده ایران هستن. این دوستان ضمن درود بهش و تجلیل از فعالیت هایی که میکنه، کاری که در سازمان ملل برابرش کرد و کارهای دیگرش که مد نظر و پیش چشمه. ببین شهران عزیز، من نسل جوان رو که میبینم، اولا آنچه در دل درد دارم بر سر نسل خود میریزم. یعنی این که یعنی یه چیز خیلی روشنه.
جوانهای ما دو تیره شدن. یه تیره‌ای که من اون دسته با رژیم و کاری ندارم، یه تیره‌ای که بهت مطلق، مغز خالی، کتاب نمیخونن، آه ما میخواییم زندگی کنیم، زندگی بکنیم، چه اشکال نه، با کتاب هم میشه زندگی کرد، یه ما این کار کردیم. و یه عده دیگه مثل بانو کنعانی این رژیم و این اتفاقات رو که مشاهده کردن در خود احساس مسئولیت میکنن برای پاک کردن گندکاری های نسل من، نسل قبل از من. و این در واقع این تحفه‌ای که چنگ انداخته رو وطن ما، این عفریت و نفرت، این بلا، این طاعون، اونا دارن تمام جان و جهانشون رو میگذارن برای اینکه ایران خانوم آزاد بشه، برای اینکه دستاش از زنجیر ولایت پاک بشه. درود میفرستم به خانم کنعانی عزیز و خیلی خوش آمدید به گپ و گفت ما امروز. معمولا با شهران هر وقت خیلی دلتنگیم، هر وقت به هیجان میایم گپ و گفت همیشه داشتیم. درود میفرستم به شما. نخست از اجازه بده شهران از مهمان شروع کنم، عذر میخوام. خواهش میکنم. گویی که شما خود صاحب برنامه حضور درز بکنم. خانم فروغ کنعانی عزیز، اولین سوالم از شما اینه، یه گزارشی از فعالیت‌های اخیر خود شما به مردم ایران بدید، بدونن دخترشون در خارج چی کار داره میکنه. درود بر شما جناب نوریزاده، سپاس از فرصتی که در اختیار من گذاشتید و از همه مهمتر نوروز بر شما پیروز و خجسته باد. دختر ایران انجام وظیفه میکنه آقای نوریزاده، هر کاری که میکنیم، نه تنها من، همه. من انصافا باید اعتراف کنم که تمام فعالینی که میبینم به هیچ چیزی جز این که وظیفه‌مون رو انجام بدیم فکر نکردند و نمیکنند و این خیلی خبر خوبیه. فکر میکنم در آستانه نوروز امسال داغ‌ترین بحثی که فضای سیاسی ما رو در واقع در نوردید بحث همین سازمان ملل بود که شما اشاره کردید و این کمیته حقیقت یاب یا فکت فایندینگ میشن که روی بحث انقلاب زن زندگی آزادی در ایران تمرکز کردند، چند پیش تشکیل شد با همت در واقع شورای حقوق بشر و در واقع یک فراخوانی دادن برای ثبت گزارشات کسانی که به نوعی آسیب دیده از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از جمهوری اسلامی بودند و بعد از ددلاین شروع کردند به مدون کردن گزارش ها و با روش های علمی که معمولا به صورت نرمال برای چنین مواردی طبق پروتکل های خود قوانین بین الملل و حقوقی انجام میشه، گزارششون رو در روز 8 مارس به صورت اول خلاصه ارائه دادند و بنا شده بود که ابتدا در 15 مارس که خب بنا به دلایلی به عقب افتاد و در روز 18 مارس به صورت شفاهی در خود صحن سازمان ملل در مقر ژنو اعلام کردند. خیلی گزارش جالب و بدیعی بود. باید در درجه اول دقت کنیم که آنچه که مهمترین نکته در مورد این گزارش بود اشاره به این مسئله بود که در فضای سیاسی اجتماعی انقلاب زن زندگی آزادی در ایران جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران، علیه صاحبان اصلی به قول شما ایران خانوم، جنایت علیه بشریت انجام داده. این اصطلاح رو شاید من و شما به عنوان شهروندان عادی، کسانی که جمهوری اسلامی رو تجربه کردیم، خیلی به کار میبریم که اینها جنایتکارند، جانیند علیه مردم. منتها این اولین بار هست که این ترم یا این کانسپت در واقع به صورت مکتوب در یک گزارش علیه جمهوری اسلامی با اثبات ثبت میشه. این چیزی نیستش که شما به هر حکومتی که یک در واقع تظاهرات رو سرکوب کنه اطلاق کنید. در نظر بگیرید ایران ظاهرا در شرایط صلح هم هست، ما در اون مثل برخی از کشورهای آفریقایی جنگ های مسلحانه هم نداریم، بنابراین اطلاق جنایت علیه بشریت میتونید بزرگی ابعاد خشونت رو درک کنید. مواردی که به کار برده شده بودند تجاوز، تعرض، غیب سازی های قهری یا ناپدید سازی های قهری، قتل های فراغذایی، اعدام ها، ارعاب و مواردی از این دست و در واقع به صورت کلی استفاده از خشونت بیش از حد و بدون نیاز بود. اینا مصادیقی بود که نوشته بود. چیزی که برای ما خیلی مهم بود در اون روز این بود که حالا ببینیم واکنش کشورها چطور خواهد بود. اون به صورت کلی
برای کشورهایی که پیمان روم رو امضا کرده باشن، خب از طریق کمیته، ببخشید، از طریق دادگاه ICC International Criminal Court در لاهه شما امکان پیگیری یک چنین جرمی رو دارید. اما چون ایرانی پیمان رو امضا نکرده و اگر قرار بود از طریق شورای امنیت این قضیه پیگیری بشه، ما در فهم دیدیم که خب متاسفانه طبق معمول، البته همونطور که حدس می‌زدیم، من تا خود یک شنبه هرچی مصاحبه می‌کردم مجبور بودم راجع به احتمالات صحبت کنم، میگفتیم حالا ممکنه که بشه همچنان به ICC برد داستان رو، ولی خب وقتی که در صحن دفاعیات روسیه و چین رو از جمهوری اسلامی دیدیم، دیگه مطمئن شدیم که این بحث شورای امنیت تقریبا منتفیه، اونجا اگر مطرح هم بشه وتو میشه. بنابراین با خود خانم سارا حسین که مسئول پروژه فکت فایندینگ یا همین کمیته حقیقت یا بود که صحبت کردیم، که ازشون بپرسیم خب شما که قدرت اجرایی علیه جمهوری اسلامی با این نوشته ندارید، کلا سازمان ملل جز در بحث شورای امنیت چنین توان حقوقی رو نداره برای اعلام جنگ یا مثلا برای حالا هر نوع در واقع اجرای اکشن های علیه حکومت های مانند جمهوری اسلامی، پس ما باید چیکار کنیم؟ و در اونجا صحبت از این شد که من مثالی که برای بینندگان میتونم بزنم، کیس حمید نوری هست که در سوئد دستگیر شد و محاکمه شد. یک چنین وضعیتی در برخی از کشورهای اروپایی قابلیت اجرا شدن داره که در واقع بر مبنای اصل در واقع اینو اصل قضایی است که کشورهای مثل آلمان، فرانسه، سوئد و یه چند تا کشور اروپایی، و خب میتونم لیستش رو حالا بعداً اعلام کنم در سوال بعدی، که این کشورها میتونن به صورت ثبت شکایت موردی از کسانی که قربانی هستند یا شکایت‌های گروهی افراد یا در واقع سران حکومت رو که ما میدونیم طبق اون روندی که در گزارش سازمان ملل هم مطرح شده، چون روند در واقع از بالا به پایین داشت، از دست حکومت بوده علیه مردم، طبق اون میشه اینها رو در واقع متهم کرد و دیگه از اون مسئولیت قضایی که معمولاً به صورت دیپلماتیک یا به صورت شهروندی اینها دارند، اینها رو خارج کرد. و هر زمان که اینا از پاشون رو از مرزهای ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بیرون بگذارن، دیگه این مسئولیت قضایی رو ندارن و به عنوان جنایتکاران علیه بشریت قابلیت پیگیری قضایی دارن. ببخشید من سوالی دارم. یه سوالی دارم، چون دم خواهیم برای مردم خیلی روشن بشه. ما چندین برنامه اینجا راجع به این موضوع رفتیم و مردم امیدوار شدن. یعنی فردا اگر محسنی اژه‌ای پاشه بیاد آلمان یا سوئد، این امکان وجود داره که دستگیر بشه. این خیلی مهمه، چون اینا رو دقمرگ میکنه. اینا فردا که مریض بشن اول میرن پیش آقای پروفسور سمیعی، که مردم هم واکنش نشون دادن که چه جور به ایشون نگاه میکنن، طبیبی که حرفش رو وسیله مکنت و ثروت و نمیدونم بیمارستان درست کردن بکنه. اینو میخوام، این اطمینان خاطر رو به مردم بدید که اینا رو میشه مثل حمید نوری، واقعا ایرج مصداقی جان کند سر این ماجرا و تا تونستن اینو به دام بندازن و بعد حبس ابدش رو بگیرن، تا چه حد این امکان پذیره برای امثال آدمای مثل شما، شهران، شما که در صحنه هستید و ظلمی که به زن ایرانی شد بیش از همه لمس کردید، میدونید. ببینید این شدنیه طبق چیزی که ما شنیدیم. یک، ببینید دو تا راه حل کلی وجود داره در مواردی که جنایت علیه بشریت صورت میگیره یا حالا مواردی که قابلیت پیگیری قضایی بین‌المللی داره. یکی همینطور که عرض کردم از طریق International Criminal Court بود، همون دادگاه معروف به دادگاه لاهه، که خب گفتم در مورد ایران متاسفانه شدنی نیست، سازوکارش عملی نیست، به خاطر اینکه ما میدونیم روسیه و چین حداقل وتو خواهند کرد در شورای امنیت اگر این بحث مطرح بشه. بنابراین میمونه راه حل دوم که اصل صلاحیت قضایی جهانیه اسمش، و برخی کشورها، من چون در اروپا هستیم خب طبیعتاً من در آلمان، برام کشور خودم فقط مهم بود که بدونم آیا این قابلیت در اون اجرا شدنی هست یا نه، عرض کردم مثل سوئد اگر اشتباه نکنم، هلند، بلژیک و آلمان و فرانسه رو تا حالا با قاطعیت میدونم که این امکان درشون وجود داره، این سازوکار قضایی و این صلاحیت در اونها تایید شده و اینها میتونن در واقع این امکان رو به شاکیان جنایت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی بدن که در اونها ثبت شکایت کنن.
این یک تیم حقوقی بین المللی میخواد که بتونن در واقع اون مواردی رو که شکایت میشه و وکلا کارشون این هست بیان انطباق بدن با اون بند و ماده و پاراگرافی که گزارش سازمان ملل هم بر مبنای اون نوشته شده و از اونجا این نتیجه رو بگیرن که آنچه که موکلشون به عنوان در واقع دعوا در دادگاه ارائه داده دقیقا میشه مصداق همون مصادیق یا همون موادی که کمیته بهش اشاره کرده که از طریق ساز و کارهای قانونی نتیجه گرفته مصداق جنایت علیه بشر هست. اینجوری میتونیم اون افرادی که داریم ازشون شکایت میکنیم رو جانیان علیه بشریت ثبت کنیم، حکم قضایی علیهشون بگیریم. وقتی قاضی این رو ثبت کنه دیگه خود به خود همین اتفاقی افتید. مثالش رو تیم جناب آقای مصداقی انجام دادن و فکر میکنم یکی از بهترین گزینه های در واقع شدنی بودن این پروژه در واقع همین ایشون هستن. میشه در واقع حمید نوری ها رو به پای میز محاکمه کشید یا حداقل مطمئن شد که شما میدونیم در فضای سیاسی ایران به هر حال این ورق برمیگرده. میدونیم که اگر این جنبش انقلابی ما دوباره به خیزش برسه و به خیابان برسه و در واقع اون فاز انقلابی به صورت اکتیو شروع بشه دیگه این ایده فرار از ایران یک ایده سوخته است، چون به معنی که پاشون رو بگذارن درست مثل شکار نازی ها در آلمان بعد از جنگ جهانی ما منتظر اونها هستیم. اتفاقا خوشحال هم میشیم پای دادگاه های صالحه و عادله بکشیمشون و ببینیمشون. برابر این فکر میکنم یک ترنوور خیلی مهم میخواهد بود و یک در واقع مایلستون، یک مثلا نقطه قوتی برای آنچه که ما در فضای انقلابی علیه جمهوری اسلامیمون پیش رو داریم در ایران. ممنونم. شهران عزیز، از شما میپرسم که توی همه این جریانات بودی، در انگلستان چی کار میشه کرد؟ من از نظر حقوقی درست وارد نیستم به اینکه آیا در انگلیس هم این کار رو میشه کرد یا نه، ولی تا اونجایی که میدونم امکانش هست. همونطور که خانم کنونی گفتن، ببینید باید وکلایی باشن، باید کسانی باشن که برن دنبال این کار مثل آقای مصداقی و بخوان که این کار انجام بشه و برن پیدا کنن کسانی رو که میتونن مطمئنن که موردشون رو میتونن به اثبات برسونن. اگر اینطور باشه خب بسیار کار خوبیه، برای اینکه خیلی از اینها میدونین که اصلا اینا خانه دومشون همین لندن و انگلیس بله، هستش بله. و در کانادا هم همینطور، نمیدونم در کانادا یا این امکان هست یا نه، ولی خب در کانادا خانواده های دادخواه هستند، خانواده های پرواز 752 هستند، اونا همه میتونن این اقدام رو بکنن و این مسئله رو دنبال بکنن. الان هم در کانادا دارن سعی اصلاحی رو که به صورت پروندهشون معلومه پولای دزدی آوردن رو یه جوری بیرونشون بکنن. بنابراین این حرکت باید پیش بیاد و بایستی که کشورها نگاه بکنن به اون کشورهای دیگه‌ای که این کار انجام میشه یا راحت‌تر انجام میشه یا تمایل بیشتری هست براش و این کار رو انجام بدن. حالا چقدر در انگلیس این کار ممکن باشه من دقیقاً مطمئن نیستم. خانم سرور، یه نکته جالبی برات بگم. فردی به نام این سردار حاجی زاده، رئیس هوافضای سپاه، رسما در یکی از صحبتاش اشاره کرد که با مقام معظم رهبری تماس گرفته شد و ایشون هم موافقت کردن، ما هم هواپیما رو زدیم. یعنی خیلی روشن و رک و سری میگوید. پس مقام معظم رهبری و آقای حاجی زاده حداقل با اون افرادش مسئول این فاجعه وحشتناک بودن. دوستی داریم که شما حتما ایشون رو میشناسید، هم دانشکده من و دوست قدیم من، آقای حمید صبی، از وکلای برجسته در اینجا. حمید صبی چند سال قبل اگه یادتون باشه اینا یه ترایبیونالی درست کردن و محاکمه کردن سران رژیم رو و شهودی آمدن مثل دادگاه حمید نوری، منتها خب این مسئولیت اجرایی نداشت. و به نظر من کسانی مثل شما، مثل خانم کنعانی، حقوقدانانی که میشناسیم، اینا میتونن از حالا این پرونده رو آماده کنن. ببینید رژیم جمهوری اسلامی راحت 45 سال کشته، شکنجه کرده،
وادار به تبعید کرده، زندگی ها رو نابود کرده و راحت نشسته به ما میخنده و به جهان میخنده، به قوانین جهانی میخنده. دیروز که من پیرو دیدم شورای امنیت تصویب کرد آتش بس در غزه رو و امریکا رأی ممتنع داد، این فکر در من اومد که الان میشود در پرتو بدبستونای پشت پرده ای که بزرگان دارن دست به کارهایی زد که تا دیروز غیر ممکن بود. آقای جو بایدن ظاهرا از خواب بلند شده و شاید بتوان روی این تغییر و تحول جهانی تأثیر گذاشت. از شما میپرسم خانم کنعانی، دولت آلمان خیلی سابقه بدی داره در این جریان، فقط میکونوس بود که به خاطر اون قضات با شرف طرح آقای فلاحیان و اشمید باور به جایی نرسید. فلاحیان با معشوقش اومد به آلمان و دولت آلمان ایشون رو در بهترین جا پذیرایی کرد. آقای اشمید باور جلسات متعددی با ایشون داشت. ایشون میخواست در ماجرای میکونوس دادگاهی تشکیل نشه و اون آدمایی که مجرم بودن از آلمان خارج شن. در مقابل ایران 20 میلیارد دلار با آلمان یا یورو قرارداد میبنده، آره یورو بود نبود یادم نیست، به هر حال در حدود 20 میلیارد دلار. و آقای اشمید باور میخواست این کارو بکنه اما قضات شریف آلمان زیر بار نرفتن، که داستان میکونوس معرف حضور هر دوی شما عزیزان هست. حالا سوال ازتون میکنم، الان آلمان چجوری نگاه میکنه؟ تماسایی که شما دارید با بوندستاگ و با وزارت خارجه، نگاه آلمان الان چجوری؟ آیا هنوز بر ماسمالی و پاک کردن پرونده رژیم استواره یا نه تحولاتی در این زمینه صورت گرفته؟ میتونم بگم که تحولاتی صورت گرفته جناب نوریزاده. بذارید خیلی از منظر فرهنگ آلمانی به قضیه نگاه کنیم. آلمانی‌ها یک ضرب المثلی دارن که میگه سگ خوابیده رو بیدار نکن، و واقعا هم فلسفه سیاسیشون رو بر مبنای همین ضرب المثل به نظر میاد که بنا نهادن. جمهوری اسلامی از اینجایی که دقیقاً مساق سگ خاره در جامعه امروز و کاملاً اگریسیو، کاملاً بی پرنسیپ اجتماعی، کاملاً لومپن و از همه مهمتر شرور و گنگستروار رفتار میکنه، خیلی ابزار نگرانی رو برای اروپایی‌ها فراهم میکنه. اینها میدونن با کشورهای دموکرات باید چطور رفتار کرد، اما تا حالا برای یک حکومت تروریست هیچ ایده و طرحی نداشتن. اشاره کردید به میکونوس. در گزارشی که در اون در واقع دادگاه میکونوس منتشر شد از اون پرونده، دقیقا به همین قضیه اشاره میکنه. میاد یک گزارش بسیار مخوفیه، یعنی من واقعا برام عجیب بود وقتی این گزارش رو میخوندم و فکر میکردم آلمان ها چی فکر میکردن. اطلاع داده بودند که شما ببینید که ما با یک حکومت تروریست تجهیز شده دولتی طرفیم، یعنی دولت تروریست رو اینا در واقع اونجا بهش اشاره میکنن. و بله، حق با شماست. اگر واقعا این تفکیک قوا در آلمان نبود، چه بسا میکونوس هم به جایی نمی‌رسید و یک جنایتی در این حد روشن در آلمان زیر لایه‌های نسیان و فراموشی پنهان می‌شد و چه بسا اصلا بسته می‌شد پرونده بدون اینکه به جایی برسه. در مورد رویکرد آلمان امروز، آلمان خسته است از این تنش با جمهوری اسلامی. اینو به جرئت میتونم بگم که ما داریم می‌بینیم. پریشان و سرگردان دنبال یک آلترناتیو میگرده و دنبال یک راه حل. و من چیزی که میبینم اینه که معتقده، یعنی در واقع از اپوزیسیون میخواد که بگه خب چی به من ارائه میکنید که من جایگزین جمهوری اسلامی کنم؟ کی من میتونم این جایگزینی رو رسمی کنم و کی میتونم بدون دردسر، بدون اینکه دیگه نیاز باشه با تروریست ها ارتباط داشته باشم، با شما ارتباط داشته باشم؟ چون چیزی ما براشون توضیح میدیم. ببین، در این که بهترین از جمهوری اسلامی هیچ شکی نیست، اینکه ما به ارزش‌های دموکراسی، ما به سکولاریته معتقدیم، ما دنبال حقوق بشر هستیم رو آلمان میدونه. هم نهادهای امنیتیش میدونن، هم نهادهای قانونگذاری و هم قوای مجریه‌اش، دولتش میدونه. اتاق ایران به خوبی آگاهه به دیسکورسی که در فضای در واقع سیاسی ایران، حتی به اختلاف نظرها
در جریان، یعنی اینقدر آگاه هستن، این برخلاف تصوری که خیلی‌ها فکر می‌کنن اروپا هیچی نمی‌دونه، اروپا همه چیز رو می‌دونه، منتها حیران منتظر مونده ببینه ما آلترناتیو چه چیزی ارائه می‌کنیم. و خب این یونیتی یا این اتحاد رو می‌خواد ببینه. من زمانی که برای مثال همیشه راجع به این بحث اتحاد صحبت می‌کنم، خیلی از عزیزان فکر می‌کنن که ما یک چیزی رو هوا داریم می‌گیم، یا مثلا چون این کلمه اتحاد کلمه بار مثبت داره در فضای سیاسی، ما می‌گیم لابد مردم خوششون بیاد. نه، اتفاقا ما چیزی رو داریم می‌گیم که می‌بینیم خارجی‌ها انتظار دارن که بتونن یک جوری اکسلریت کنن یا سرعت ببخشن در واقع به خواست خود مردم. و تا این اتفاق نیفته، باقی خواسته های ما براشون که عملاً یکون تلقی میشه. یعنی ما مثلا چطور میتونیم راجع به تروریستی قرار دادن سپاه که یک نهاد کاملا قدرتمند دولتیه با کشوری صحبت کنیم که اتفاقا با همین دولت مناسبات دیپلماتیک داره؟ این پولیتیکال ویل یا این خواست اراده سیاسی براشون ممکن نیست ظاهرا، وگرنه کی باید سپاه رو در لیست تروریستی قرار میدادن مثل دولت امریکا؟ بنابراین متوجه میشید که کاستی ها در عین اینکه به صورت قانونی وجود ندارند، اما به خاطر اینکه یک بلبشوی سیاسی رو میتونه در فضا حاکم کنه، دولت آلمان سعی میکنه خودش رو از اون کنار بکشه، اما با چشم باز دارن نگاه میکنن. و دقت کنید که بسیار در همین کمیته حقیقتیاب کمک ما بودن کشورهای اروپایی. تقریبا خود آلمان یکی از مهمترین کشورهایی بود که حمایت میکنه، با دلیگیشناشون که صحبت کردیم بسیار مؤثر گوش میدن، آماده برای هر نوع کمکی هستن. و در نظر بگیرید جناب نوریزاده، ما اپوزیسیون کشوری هستیم که روابط دیپلماتیک قانونی داره با این کشورهای اروپایی، در سازمان ملل کرسی داره، حق نمایندگی مردم ایران متاسفانه هنوز با جمهوری اسلامیه. و این واقعا لطف این حکومت هاست که صدای ما رو میشنون، چون میدونن حرف ما حرف مردم ایرانه و میدونن که حرف ما حق حقوق بشره و بر مبنای انصاف و یک آینده نویدبخش صلحه. وگرنه اصلا یک چنین چیزی در فضای سیاسی نرمال نیست. اگر بشینیم خودمون هم فکر کنیم، البته اتفاق میفته همه کشورها، خب ما در مورد خوان گوایدو هم مثلا دیدیم، حتی سازمانهایی مثلا اینستیتوی توییتر یا چنین جاهایی که خوان گوایدو رو زمان در ونزوئلا رئیس جمهور اعلام کردن، ولی خب چی شد؟ میدونید متوجه این باید باشیم که تداوم قضیه است که برنده نهایی رو مشخص میکنه. ما اگر ادامه بدیم و ما اگر بدونیم دقیقاً چی می‌خوایم از دولت‌های اروپایی، برای مثال آلمان، برق برمی‌گره. بذارید در واقع عرضم رو با یک سوال به پایان برسونم. فرض کنید که ما قرار الان به نمایندگی از مردم ایران بنشینیم رو در رو با نمایندگان آلمان. دقیقاً باید ازشون چی بخوایم؟ چه سوالی رو باید مطرح کنیم؟ بگیم برای ما چیکار کنید؟ اینا میگن هر چیزی شما بگید ما گوش می‌کنیم. آیا ما سوال درستی داریم؟ درخواست درستی داریم که ازشون بپرسیم؟ موقع ما اینجا یک جواب درست داشتیم جناب نوریزاده، میتونیم مطمئن باشیم که یک جواب در واقع یک درخواست درستی ارائه میدیم و یک پاسخ درخور مناسب هم میگیریم. منتها این جواب در واقع این سواله درست تا حالا مطرح نشد. بسیار ممنونم، خاطر همینه که من فکر کنم مشکل وجود داره. بهترین پاسخی بود که من شنیدم و خیلی هم ازت ممنونم که اینقدر زیبا موضوع رو تشریح کردی و ساده. برمیگردم با خانم تبری، حالا خیلی فرصت زیادی نداریم، بین برنامه بعد برمیگردیم و صحبت میکنیم. اینجاست که خانم تبری شخصیت های مثل شما به میون میان، شمایی که در ترکیب اپوزیسیون آدم محترمی هستی، با سابقه هستی، همین. چرا ما دچار این مصیبتی؟ راست میگه، بنده رفتم نشستم با کسی در آمریکا تو وزارت خارجه صحبت کردم، تای حرفم میگه درست رژیم تروریسته، رژیم فلانه، رژیم فلانه، همه اینا. ولی 20 سال تلاش ما در افغانستان و زور زدن و پول خرج کردن به کجا انجامید؟ به طالبان. در عراق صدامو زدیم بردیم، اون ثبات داشت، صدام کار تروریستی هم نمیکرد. جاش گروه های اومدن نوکر جمهوری اسلامی که کار تروریستی میکنن. اطمینان فردا ایران رو چجوری به ما میدین؟ بنده میگم شما بیاید از رضا پهلوی حمایت کنید رسما، حالا سفارت دارید همه چی، اون وقت ببینید چجور این کار شما تأثیر در داخل میگذاره. اونا میگن نه، شما اول به ما در داخل نشون بدید که 1 میلیون آدم اومدن تو خیابون خواستار
این اصلا که رضا پهلوی نماد این اپوزیسیون باشه نمیگم، حالا شغل براش تعیین نمیکنم، اون وقت ما جواب میدیم. شما چه میگویید؟ من معتقدم که تا این اپوزیسیونی که در خارج از ایران هستش، اونهایی که به هر حال یک دسته هستن که از نظر فکری، از نظر ایدئی و جایی که میخوان برن خیلی به هم نزدیکن. حالا ما اسم اینا رو گذاشتیم گروه های ایرانگرا، گروه هایی که ایرانگرا هستن. اینها اگر بیان بر سر همون حرف، همون چند نکتهی که بارها و بارها گفته شده، شاهزاده هم تکرار کرده، اون سه شرط یا پنج شرط که براندازی جمهوری اسلامی، برپایی حکومت سکولار دموکرات، تعیین نوع حکومت، بعد در یک همه فرسی بعد از براندازی، اگر این گروه ها بیان و بر سر این اصول توافق بکنن و یک شورای درست بکنن، لازم نیست که با هم ائتلاف کنن، لازم نیست که مثل هم فکر کنن. آقای نورزاده، من بارها و بارهاست که این موضوع رو گفتم، در با خود شما مطرح کردیم، در برنامه های خودم گفتم، گفتم ما یک حداقل، یه برنامه حداقلی، مثل یادتونه چپی ها همیشه میگفتن یه برنامه حداقلی داریم، یه برنامه حداکثری داریم، حالا یه برنامه حداقلی با این سه چهار شرط ما پیش بگذاریم و بگیم که هر آن کس که با این شروط موافق هست و تمامیت ارضی ایران، البته این شروطی که گفتم، بیاد و یک اتحادی رو تشکیل بده، نه ائتلاف. مثل هم فکر نمی کنیم. ما در همین هفته آبان هم که هستیم، یه جمهوری خواهن، یه پادشاهی خواه هستن، ولی همه خواهان حکومت قانونن. الان هم بهتره بگیم حکومت مشروطه، مشروطه جمهوری یا مشروطه پادشاهی. و این اگر این اتفاق بیفته، اگر بشه که در خارج این تفاهم به وجود بیاد و این یک رنگی به وجود بیاد، این اتحاد به وجود بیاد، من معتقدم که در داخل ایران مردم کاملا قبول خواهند کرد. در داخل ایران مردم هنوز اون شکافی رو که در اپوزیسیون در خارج از ایران وجود داره ندارن. شما میبینید که دیدید، یعنی که در تمام این تظاهرات مردم یک پارچه و یک صدا اومدن، کنار هم ایستادن و صداشون رو رسوندن به گوش جهانیان. این که میگن ما صدای مردم رو نشنیدیم، اینطور نیست. مردم اومدن، اتفاقا این فریادهای رضا شاه روحت شاد رو همه شنیدن. برای چی رضا شاه روحت شاد رو میگن؟ برای اینکه نمیتونن بگن شاهزاده برگرد، میگیرن میکشنشون. در نتیجه این پیام داده شده و اون چی که از داخل ایران ما میشنویم این هستش که نسل جوان ایران، نسل قدیم رو فراموش کنید، اونها تغییر بسیار نادرن، کسایی که میتونن اون ذهنیتشون رو عوض کنن. ببینید یکی این مسئله است، نسل جوان ایران. خانم ببخشید، مجبوریم اینجا نگر داریم، یک فاصله کوتاه برگردیم، شما صحبتتون رو ادامه بدید. بسیار ممنونم. بریم که ماندای خضرایی عزیز، یک بانوی آزاده دیگه، یه ترنگوری به عواطف و احساسات ما بزن. یادش بخیر، با درود دوباره. اون روزی که مرضیه اینو خون، چند روز پیش مرضیه صدومین سال روز تولدش بود. بانوی تکرار نشدنی، پرویز یاحقی آهنگو ساخته بود و نواب صفا هم شعرشو گفته بود. خانم طبری، خانم کنعانی، من نمیدونم اینا چرا تکرار نمیشه. یعنی اون فضایی که هم آقای آل احمد مثلا، دیگران، آقای شریعتی و غیره، فضای سیاه استبداد میگفتن، چه شکوفا شدن هنرمندان، شاعران، نویسندگان. کتاب شاملو هم وقت چاپ شد، اخوان، اسماعیل خویی نازنین و بقیه و بقیه، و کتاب همسایه ها هم وقت منتشر شد و کتاب میراثخوار استعمار دکتر بهار و نمونه های مختلف، و گفتن کتاب شعرهای فلسطین من همون وقت منتشر شد، شعر شاعران مقاومت فلسطین. ادامه بدید شما. من میخواستم حالا با توجه به همین آهنگ زیبایی که گذاشتین و این دخترها، پسرهای زیبایی که بودن و جوونا، واقعا من قلبم اصلا تکون میخوره وقتی میبینم زندگی از اینا دریغ شده. چجور واقعا بگذاریم از احساسات بعد پایین اومد. ولی میخوام یه چیزی رو بگم. گفتین
من با معذرت از مردم افغانستان، عراق و همه اینجاها، ایران فرق میکنه. ایران اینها رو داره. این کسایی رو که دیدین 70 سال در ایران در دوران پهلوی بزرگ شدن، دیدن مادراشون، مادر بزرگاشون، دیدن که چه بوده، دیدن که چه داشتند، و الان اون رو میخوان برگردن، نه به اونجا، میخوان برگردن از اونجا ادامه بدن. خیلی ها میگن میخواییم برگردین به دوران پهلوی. خب دوران پهلوی که نشد. نه، دوران پهلوی که میتونست بشه. بله. دوران پهلوی که داشت میشد. اگر ما یه 4-5 سال دیگه صبر کرده بودیم، واقعا. اگر این اتفاق نیفتاده بود تا 4-5 سال دیگه، این که این شوروی لعنتی فروپاشیده بود، این اتفاق نمی افتاد و ایران دموکراتیک می شد. برای چی ما اصلاحات رو از طریق شاه فقید نخواستیم؟ این بدبختی ما بوده. ما الان کشور نیستیم که در آستانه در کنار جمهوری اسلامی ایستادیم. ما کشوری هستیم که مردممون، جوونامون 100 سال، 200 سال، 300 سال از جمهوری اسلامی جلوتر هستن. بنابراین اگر یه دری باز بشه و ایرانی بخواد دو مرتبه درست بشه، این ایران مثل این نخواهد بود که نیروها به هدر بره. ولی یک نکته رو بگم. ببینید، ما در هفته آبان الان داریم تلاش میکنیم و خیلی گروه های دیگه هم همینطور، نه فقط ما، گروه های دیگه هم هستن. الان من اسم اونا رو نمیخوام بیارم چون خودشون بعد بیان راجب خودشون صحبت کنن، ولی ما باشون در گفتگو هستیم. گروه های دیگه ای که ما همه به این نتیجه رسیدیم که باید با هم یک جمع بزرگتری رو تشکیل بدیم و در حال گفتگو هستیم و من خیلی امیدوارم که اپوزیسیون خارج از کشور این جمع رو بتونه، این اتحاد اپوزیسیون بتونه درست ایرانگراها رو بتونه تشکیل بده و ما یک اپوزیسیون قابل توجهی بشیم با رهبری شاهزاده. و من خوشحالم که شاهزاده، براشون هم نوشتم، خوشحالم که برای اولین بار خودشون اشاره کردن که حاضرن نقش رهبری رو تا پای صندوق رأی قبول بکنن. ما اگر بتونیم یک بلوک قابل اطمینان با تمام متکثر بودن خودمون، با تمام اختلاف نظرهای خودمون بتونیم، مهم اینه، مهم این نیست که ما با هم دوست و همفکر باشیم، دور هم بشینیم. مهم اینه که ما همفکر نباشیم ولی دشمن نیستیم. مهم اینه که ما با همدیگه اختلاف داشته باشیم ولی برای میهنمون، برای دموکراسی، بتونیم با هم گفتگو کنیم و کنار هم بنشینیم و این بلوک سیاسی اپوزیسیون رو درست کنیم. اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم، ما به جوانها در داخل ایران نیرو دادیم. من میگم نسل من رو که نخواستن تغییر کنن فراموش کنیم، اصلا بهشون کاری نداشته باشیم. ما همونطور که بارها گفته شد، شاهزاده گفتن، همه گفتن، ما دو دسته هستیم. یه دسته اونهایی که مشکل هستن، یه دسته اونهایی که میخوان مشکل رو برطرف بکنن. اونهایی که مشکل هستن معلومه کیا هستن. میخوام بگم که ما الان تنها گروه نیستیم، گروه های زیادی هستیم که به این نتیجه رسیدیم که تنها راه مقابله ما با جمهوری اسلامی، همطور که خانم کنانی عزیز هم گفتن که پایان صحبتشون، که غربی ها از ما میخوان که یک اپوزیسیون قابل قبول ارائه بدیم. اون اپوزیسیون قابل قبول وقتی هستش که ما با حفظ اختلافامون، با حفظ شخصیت‌های متفاوتمون، با حفظ اینکه ما جمهوری خواه هستیم، چپ هستیم، راست هستیم، پادشاهی خواه هستیم، بتونیم کنار هم یک اتحادی رو تشکیل بدیم. من مثال قطار رو زدم، گفتم بیاین یک قطار بشیم که هر کدوم از ما توی کوپه بشینیم. اگه خواستیم با هم حرف میزنیم، نخواستیم حرف نمیزنیم، ولی همه به یک سو میریم، به سوی براندازی جمهوری اسلامی. شاهزاده هم در اونجا در جلو نشستن و تا اون موقع ما احتیاج هست به اینکه یک کسی باشه که بتونه این بند، این مروارید باشه. من بند تصویر بدم میاد استفاده کنم، بند این گردن بند مروارید باشه که بتونیم ما بگیم که یک کسی هست که ما همه با اون قبول داریم که اون نقشه رهبری رو به عهده میگیره که ما داریم میریم. اگر هم کسی نمیخواد نقش رهبری رو قبول داشته باشه، باز هم میتونه سوار این قطار بشه، به شرط اون که به اون 4-5 اصلی که عرض کردم اعتقاد داشته باشه. خانم سبایی، ما
ببینید ما روی کانتنت به نوعی با هم توافق کردیم. این وجود شاهزاده‌ای که از همه اینا دموکرات تره، همه اینا که ادعای دموکراسی دارن، او دموکرات تره. با چپ نشست، با فدایی نشست، با همه، با هر کی شما بگید، با جمهوری خان نشست، با جمهوری خان نشست، با همه اینا گپ و گفت زد. ولی اون کس که خرابکاری کرد او نبود. دختره بلند شد از یالقزآباد اومده بود، میخواست از ایشون بالا بره، بره اون بالا بشینه. خب نمیشه. شما خانوادت شهید شدن، یا کلمه رو استفاده نکنم، در حجمه جنایت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. این به شما لجیتیمیسی نداده که شما بیای بخوای رهبر بشی. تلاش کن، بیا فعالیت کن. اون خانوم بیاد جنبش چادر رو هم چهارشنبه رو را بندازه، ولی هم بر خودش مشتبه نشه که بله ایشون هم رهبر. این متاسفانه خیلی دلم میسوزه. یکی از بدترین کارهایی که غربیا کردن، ایندیویدوال افراد رو آوردن، پول بهشون دادن، امکانات دادن، فکر کردن این یک فرد با فعالیتش میتونه جمهوری اسلامی رو آدم کنه. فکر کردن این اگه بیاد چهار تا فریاد بزنه جمهوری اسلامی آدم میشه. جمهوری اسلامی آدم بشه نیست. این بیمار روانی درست نمیشه. 45 ساله داره میکشه. آخه من چند روز پیش رو سن فکر میکردم این مرد خامنه ای وقتی میاد میخواد پیام نوروزی بده، یک واژه در کلامش نبود که آدم لبخند بزنه، شاد بشه. حالا هم داره برای آقازادش فرش. پس فردا این غربی ها اروپایی ها میگن خب حالا اون بره شاید پسر بهتر باشه. پس تقصیر همه متوجه خودمونی. من از خانم کنعانی عزیز میپرسم، نماینده نسلی که خوردش کرد رژیم، خوردش کرد رژیم، شما چطور شد که رسیدی به این نتیجه که رضا پهلوی بهترین حداقل نماد سمبولی تو این مرحله؟ بذارید اول از اینجا بگم جناب نوری زاده که مبارزه با جمهوری اسلامی در نسل من، حداقل در بچه‌هایی که حالا در دوستانی که مبارزه رو مسیر خودشون قرار دادن، در واقع تبدیل شده به هویت ما. ما چنان در جمهوری اسلامی انکار شدیم به عنوان شهروند و در درجه بعد به عنوان زن به خصوص، چنان به همون توهین شد، به هستنمون، به بودنمون، به هویتمون، به اون اگو یا شخصیتی که داریم، حالا هر مدل زنی که بودیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، هنرمند، ورزشکار، مولد، خوشفکر، کارآفرین، خانه‌دار، ما همه انکار شدیم. که این مبارزه نه فقط یک مبارزه سیاسی، که یک مبارزه هویتی برای ما، برای قطع تمام آنچه که ریشه مشترک با جمهوری اسلامی داره. یعنی من به شخصه فکر میکنم، خیلی از دوستانم هم طبیعتا مثل ما فکر میکنم، هیچ کرامتی در جهت مخالف اینی که امروز هستیم قرار گرفتن نمیبینیم. یعنی ما هر جای دیگه جز این جایی که امروز هستیم به کرامت انسانی خودمون پشت کردیم و به خودمون توهین کردیم. چنان این دشمنی عمیق، ریشه‌دار و هویتیه. اینو اول بذارید در درجه اول روشن کنم که چی میشه که این نسل فریاد میزنه و حتی در خارج در قالب دیاسپورا جانش رو کف دستش میگیره، وقتش رو میگذاره و برای مبارزه با جمهوری اسلامی هزینه زمانی، جانی و مالی در واقع میده. اما در مورد شخص آقای رضا پهلوی، آقای شاهزاده رضا پهلوی، خب ما اولین فاکتوری که خیلی از ماها بهش فکر میکنیم اینه که ایشون هیچ زمینه مشترکی با جمهوری اسلامی ندارن. در واقع زندگی سیاسی آقای پهلوی برای ما از اونجایی مهم میشه که اتفاقا با براندازی حکومت پدر فقید ایشون جمهوری اسلامی سر کار میاد. همین برای ما یک نقطه شروعه. همین برای ما که هیچ چیز مشترکی با جمهوری اسلامی ایشون نداشته باشن مهمترین فاکتوره. و یک نگاهی به عملکرد 40 خورده ساله ایشون، خیلی ها میگن مگه آقای پهلوی چی کار کرده، این یک سوالیه که مطمئنم شما شنیدید، ما هم شنیدیم. همین که آقای پهلوی هیچ اشتباه فاحشی نکردن این 40 اندی سال که سد راه ما بشه، حداقل تا زمان
انتقادات همیشه قابل پذیرش، اگرم نتونیم زمانی انتقاد کنیم یعنی وارد عرصه دیکتاتوری شدیم. من وارد این بحث نمیخوام بشم، شکی در این قضیه نداریم. اما تا روزی که در واقع من به این ایده رسیدم که خب مثل اینکه ما آلترناتیو بهتری نداریم، من هرگز ندیدم ایشون اشتباهی کنن که غیر قابل جبران باشه. من هرگز ندیدم ایشون حرفی بزنن که من به خودم بگم که خب این اصلا انگار دلشون برای اینجور، به نظر میاد از کلامشون که دلشون برای ایران نمیزنه، اصلا دلتنگ نیستن یا دلاشفته قضیه و وضعیت ایران نیستن. از همه مهمتر این که ایشون رو خانم طبری به درستی اشاره کردن، در کف خیابان‌های ایران صدا میکنن. اصلا گیرم من به عنوان یک ایرانی، یک فردی که یک حق رأی داره، موافق تفکر ایشون هم نباشم، اونی که تو خیابون صدا میزنه من صدای ایشون هستم. من کیم که تصمیم بگیرم برای مردم کیو صدا کنن کیو صدا نکنن؟ یعنی اون که تو خیابون داد میزنه ای شاه ایران برگرد به ایران، اون تصمیم میگیره. حالا هر جمعیتی که هستند، هر کی میتونه صدا رو بلندتر کنه، آلترناتیو دیگه رو صدا میزنه، بسم الله. ما که نمیگیم نکنن، که ما هم که موافقیم خانم کلانتون، صدا بیرم اتفاقا قبول داریم، اتحاد هم هستش از همینجا. وقتمون خیلی کمه و من یه سوالم مونده که میخوام از هر دوتون بپرسم. اینه که تصویر فائزه رفسنجانی تو سایت وزارت خارجه آمریکا اومد، خیلی سر و صدا کرد. یعنی انگار مثلا او رو انتخاب کردن بیارن. خب سایت عکس دیگران هم اومد، بعضی دیگه هم. چرا انقدر حساسیت ایجاد کرد؟ به هر حال فائزه هاشمی دختر رفسنجانی است با همه جنایتاش، اما تو این مراحل هم صدا شد. همین که با میشه میره خونه یه بهایی، یا در مورد حجاب یا در مورد انتخابات، چرا باید این واکنش اینقدر منفی باشه توی جهان؟ من اتفاقا انتقاد داشتم به این واکنش منفی، ولی با این کلیپی که خانم فائزه، شاید ندیدین اینو، با این کلیپی که ایشون از ایشون منتشر شد، اتفاقا فروغ عزیز گذاشتن توی گروه ما، اصلا هیچ شبهه‌ای نمونده در این که فائزه رفسنجانی نت. ببینید، من بذارید از این فرصتی که هست استفاده کنم حرفشو بزنم. میگه نظامی که باهاش بودیم، بزرگ شدیم، تلاش کردیم برای آمدنش. حالا پدر من چه، خانواده ما چه، من تو مسیر انقلاب بودیم، لذا تعهد داریم بهش. هنوز شرایطی وجود داره که این نظام میتونه اصلاح بشه. خانم فائزه هاشمی، من حالا بیشتر میتونم، وقت ندارید، بیشتر میتونم این موضوع رو بشکافم، ابعاد مختلفی داره، ولی با این حرف خودش رو شریک جنایات پدرش کرده. کاملا. یعنی من مسرون جان وقت ندادیم، نه این موقع باید این دفعه دیگه راجبه این موضوع حتما صحبت. ولی این نکته رو من بهت بگم، خانم فائزه هاشمی پیام عکسش توی سایت سازمان ملل بد فهمید، یعنی نگاه بیشعورانه به قضیه کرد که اون واکنش ها حتی قبل از این اظهار نظر ایجاد کرد. خانم کنانی، شما بسیار خوشحالم که این واکنش نشون داده، برای اینکه دیگه تکلیف همه روشن شده و هیچ شبهه‌ای نیست در این موضوع. کاملا. شما چه فکر میکنید خانم کنانی؟ ببینید خیلی کوتاه بگم، خانم فائزه هاشمی بخشی از مشکل ما، هرگز بخشی از مشکل به خاطر کانسپت آقازادگی، کانسپت رانت، کانسپت جنایت، برون سپاری، ترور، نمیتونه خودش رو حل کنه. آفرین. خانم هاشمی خودش مشکل ماست، تمام شد و رفت. آفرین. و بعد خانمزادگی هم بگی، توسط آقازادگی، مال ایشون خانمزادگی. بسیار ممنونم. آقازاده است هنوزم. بسیار ممنونم. یکی از برنامه هایی بود که خود بنده بسیار لذت بردم و خیلی برام آموزنده بود. بسیار از هر دو بانوی بزرگوار سپاسگزارم و آرزو میکنم مرتب با هم گفتگو بکنیم. شهران که در واقع سنگ صبور ماست، حضرت عالی هم همزو سرکار، میاییم و گپ و گفتی با هم خواهیم داشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق سرکار خانم کنعانی و خانم شهران طبری. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق، که نه فائزه قبولش داره و نه اسدعلی خامنه‌ای. پروردگار زیبای خودم، بدرود.
موسیقی